از آغاز پروسه مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در افغانستان تا کنون افغان ها در خارج با علاقمندی خاص ناظر روند انتخابات هستند و نظریات و نگرانی های خود را در مورد انتخاب رئیس جمهور آینده افغانستان دارند همکارم لیلما حبیب از می نشست نشستی با خانواده های افغان و باشندگان ایالت ویرجینیا گزارش را به همکاری تکنیکی همکارم عبدالله اورگزای تهیه کرده است که توجهتان را بدان مبذول می‌دارم کشید رحمانیار باشنده ای ایالت ویرجینیا که مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان را از طریق کانال های تلویزیونی و امرایی اعضای خانواده اش تا کنون دنبال کرده است نظریات خود را در مورد تفاوت هایی که در روند انتخابات امسال با مقایسه با روند انتخابات قبلی مشاهده می کند بیان داشت انتخابات گذشته مردم آ... زیاد بر عملکرد دولت و از تغییرات سیاسی و انکشافی افغانستان آگاهی های نداشتند اما آل مردم می که با مقایسه با دنیای دیگر چی توقعاتی را از رئیس جمهور داشته باشند و کدام میارها را مد نظر بگیرند تا زعیم ملی خود انتخاب کنند خالد حارس عضو خانواده رحمانیار در این زمینه چونین می گوید؟ مردم سطح آگاهیشان هم خوبتر شده جوان ها اشتراک فعالیت بیشتر دارند شعور سیاسی مردم تنها در حد انتخاب در انتخابات از این است که کلانشان و کلان قوم چی میگه بیشتر خودشان میتونن تصمیم بگیرند به عقیده شما مشروعیت انتخابات امسال در چی سطح قرار دارد؟ اشتراک مردم و وعدایی را که مردم دادن که در انتخابات اشتراک کنند و ما از طریق تلویزیون می بینیم نشان میده که این انتخابات یک مشروعیتی داره اما خالد حارس عضو جوانتر خانواده رحمانیار اضافه می کند که تاکنون هیچ یک از برنامه های نامزدان برایش قناعت بخش نبوده است و دلیل آن را چنین گفت واضح نبودن و شفاف نبودن برنامه انتخاباتی کاندیدا یکی از چیزهایی است که مرا بیشتر رنج دهد. تمام کاندیدا عرفای خوب ها گفته بودن هیچ کس از مشکلات زیاد گپ زده بودن ولی از راهای حل هیچ کس چیزی نرفته نکرده بود در انتخابات امسال آیا شما چی فکر میکنین آیا تقلب صورت خواهد گرفت ما نمیتانیم که یک انتخابات کاملا شفافه برا پرتیم تقلبات صورت خواهد گرفت اما کمیسیون نظارت بر انتخابات و شکایت بر انتخابات بنابر تجاربی که از تقلب انتخابات قبلی داشته میتونه که در این رابطه معصر واقع شود با استخدام ناظران که از اوزه انتخاباتی بررسی و کنترل کنند اما حارس میگوید مردم افغانستان باید وجیبه خود ادا کنند برن رای یکی ایک به کی رای مهم نیست شرکت در انتخابات یک یک امر حتمی و لازمی است یک تمرین دموکراسی است در نشستی که با یک خانواده دیگر باشنده ای ایالت ویرجینیا داشتیم آنها نظرشان را در مورد تفاوت های روند انتخابات امسال با انتخابات قبلی چنین بیان داشتند تفاوت بسیار بزرگی که من میبینم تعهد های امنیتی وزارت داخلی افغانستان که در مورد امنیت بسیار تلاش دارند امید به خدا که به قد بپیونده و یک گپ درست سالم باشه بی بی هاجی، اولیا حبیب زی خانم آقای حبیب زی توقعات و انتظارات را که از رئیس جمهور جدید افغانستان دارد چنین ابراز کرد امنیت افغانستان بسیار مهم است و اگر نیروهای خارجی از افغانستان برای وضع افغانستان بدتر میشه و رئیس جمهور آینده شاید مشکلات بسیار زیاد را داشته باشه حالا ببینیم که ده میلیون حداقل ده میلیون نفوس افغانستان یعنی یک گروه نفوس افغانستان امروز در بیرون از کشور است د پنج ازن. و اینا کسایی هستند که تحصیل کرده هستند دانشمند هستند لایق هستند یا،, یا از مشکلات کشت و کشتار و زندان یا پا اکثر فرار کرده به شمول خودم این مردم باید حق رای داشته باشند وی علاوه کرد که امیدوار است هر کسی که در این انتخابات به حیث زعیم ملی افغانستان تعیین شود بتواند همزمان با داشتن قاطعیت در برابر بی ها دموکراسی را نیز در کشور تأمین و تمرین نماید لیلما حبیب عزیمی به همکاری عبدالله ورگزی تلویزیون آشنای صدای آمریکا واشنگتن